دوستان عزیز سلام به چینل کابل قدیم خوش آمدید آرزو دارم هر جای که هستین خوب و خوش و صحت و سرحال باشین امیدوار که ویدیو رو تا آخر دیده و جهت حمایت از ما چینل ما را سابسکرایب بکنید و همچنان ویدیو را با دوستانتان شریک بسازید روبابا محمدی دختر که به علت ناتوانی دست ها و پاهایش با دهانش نقاشی می کند برای گشایش یک کانون آموزشی هنری و فرهنگی در کابل دست به کار شد و این کانون را افتتاح کرد و در آن هنرهای چون نقاشی و موسیقی آموزش داده خواهد شد روبابا محمدی که اکنون 19 سال دارد هنگامی که متولد شد دستها و پاهایش حس نداشت و نمی توانست که حرکت کند او اکنون با ولچر راه می رود و در برخی از معافل فرهنگی و هنری شرکت می کند او می گوید که مکتب نرفته است اما می تواند بخواند و بنویسد و با دهان نقاشی کند روبابا تا چهار سال پیش خودش را در چهار دیواری خانه زندانی کرده بود اما اکنون او راه برون رفت را به خوبی بلد شده است و با ایجاد مرکز آموزشی در غرب کابل می کوشد تا برای همنسلانش نیز کار بکند. روبابا می گوید که او می خواهد به دیگران کمک کند چی نفر سالم باشد یا معلول باشد. کسانی که هنر دارند ما می خواهیم همراهشان همکاری بکنیم. روبابا عضو یک خانواده هشت نفری و باشنده اصلی ولسوالی مالستان غزنی است. ولسوالیه که در سالهای اخیر گواه نامنی های بوده است. روبابا میگوید که این خبرها را درباره زادگاه شنیده است اما هیچگاه مالسان را از نزدیک ندیده است من فقط در عکس دیدم و خیلی ها که رفتن و میآیند و میروند آنان برایم قصه کردند که چه قسم جای مقبول است ربا محمدی میگوید یک وقتی که به نقاشی آغاز کرد استاد نداشت هنگامی که ربابه تنها سه سال داشت خانوادهش او را برای درمان به کابل آوردند و هرچند نتوانستند به علت مشکلات مالی روند درمان ربابه را بیش از پنج سال ادامه دهد اما در پایتخت ماندند و حالا هر یک برای دست یابی به اهدافشان دست به کار شدند ربابه روزهای تلخ را که در کابل گذرانیده و آنها را لحظه به لحظه در خاطر دارد روبابا میگوید وقتی که نقاشی را شروع کردم بدون استاد بود در یک سال اخیر روبابا طرفداران زیاد پیدا کرد و اکنون او را به برنامه های در داخل و بیرون از کشور نیز دعوت می کنند چنان که در ماه اکتبر گذشته روبابا در برنامه هنری در شهر مرسین ترکیه حضور یافت که در آن 200 هنرمند از 19 کشور شرکت کرده بودند عکس های از این برنامه در صفحه فیسبوک روبابا دیده می شود. که او را در میان دهها هنرمند دیگر نشان می دهد که همانند ربابه یا دستان و یا پاهایشان از توانایی برخوردار نیستند ربابه محمدی اکنون همزمان که نقاشی می کند انگلیسی نیز میآموزد روبابه را می توان نمونه موفق از تلاش های دانست که از سوی هم نوانش براه می تا توانایی هایشان را برخ بکشند و اکنون افزون بر نقاشی و پذیرش فرمایش ها در این زمینه زبان انگلیسی را می و نیز با تماسای گسترده اینترنتی می هنر و مطالعاتش را اضافه تر بسازد. از همراهی شما دوستان تشکر باز جهت حمایت از ما چینل ما را سابسکرایب بکنید و ویدیو را با دوستانتان شریک بسازید